قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. با سلام خدمت هموطنان، شما هر جا هستین سلامت باشین، راحت زندگی کنین و به قول بزرگترا عاقبت به خیر بشین، که تو زندگی هیچ چیزی بهتر از عاقبت به خیری نیست. در رابطه با املاک مصادره ای یا مواد یا کمیسیون ماده 12 یه سری توضیح خدمتتون میدم که متوجه بشین که شرایط جدید ایران چیه. شرایط جدید جمهوری اسلامی تو این 5 سال گذشته این بوده که بیاد و بین 30-60% از اموال گرفته شده را به مردم برگردونه. چه ستاد فرمان امام، چه دادگاه های انقلاب، چه کمیسیون ماده 12، چه مواد. یه عده ای که شما ها جزء مصادره هستین، ستاد فرمان امام اموال را گرفته یا اموال را فروخته یا اموال هست در ید بنیاد و شما میتونید. شما ها رفتین دادگاه و در دادگاه ها یا در ستاد یا توسط آقای ری شهری یا آقای نیری، آقای کاظمی و بقیه، شما را به جرم اینکه خارج از ایران بوده یا با رژیم گذشته هم کاری میکرده یا در کلیمی یا بهایی و بقیه به این اتهام و اموال را مصادره کردن، الان کمیسیون ماده 18، توجه کنی، کمیسیون ماده 18 کمیسیونیه که زیر دست آقای لاریجانیه و ایشون هر شهروند ایران میتونه که اموالش مصادره شده، حکم قطعی شده، یک بار درخواست ماده 18 بکنه. ماده 18 اینه که شما یه سری دلائل خودت بنویسی، اصلا در ایران وکیل احتیاج نداره، خودتون بشینین دلائلی که میتونید ثابت بکنین که شماها مستحق این رأی نبودین. به عنوان نمونه، اون وقتی که از ایران خارج شدین به خاطر یه سری ناامنی و تحصیلی بچه ها بوده، یه سری دلائلی ترس بوده و یه سری دلائلی دیگه، خودتون بهتر میتونین اگر این نامه را برای رئیس قوه قضاییه بنویسین و درخواست ماده 18 بکنین، به شما جواب داده میشه، چون هر کسی حق داره یک مرتبه درخواست ماده 18 بکنه. اینا 3 تا کارشناس تعیین میکنن و دلایل شما رو گوش میدن، نوشتارا میخونن و اگر خودتون یا یه نماینده شما که از شما وکالت داره در اون کمیسیون باشه، دلایل رو گوش میدن و بعد این 3 تا کارشناس این پرونده را ارجاع میکنن به یه شعبه دیگه که پرونده شما رسیدگی بشه. این شرایط جمهوری اسلامیه. یعنی نگفتن آقای نیری اشتباه کرد یا آقای ری شهری اشتباه کرد یا فلان حکم دادگاه غیابه بوده، ما حق دفاع نداشتیم. نمیگن نا اشتباه کردیم یا اونا هم اشتباه نکردن، بر مبنای شرایط روز رأی دادن اون عزیزان، ولی الان میگن ناقابل بررسیه. یعنی یه طوری محترمانه به قول معروف میخوان پرونده شما رو دوباره بررسی کنن و میبینن و بعد میان یه مقداری به عنوان حق انبارداری برمیدارن بین 30-40% و 60% به شما برمیگردونن، به شرطی که خودتون باشین، دلایلتون قوی باشه، با هر کسی که مشورت میکنین مشورت شما چیزی باشه که بر مبنای شرایط روز جمهوری اسلامی باشه. یعنی شما سعی بکنین دادخواست با وکیل علیه سیستم جمهوری اسلامی نده، چون هیچ قاضی در دادگاه ها علیه جمهوری اسلامی رأی نمیده، فقط 5 میلیون، 80 میلیون، 100 میلیون وکلا میگیرن،
همشون هم میگن پای یک هستیم. یه سری نامه های آنچنانی هم مینویسن، لایه های بزرگ هم مینویسن. بعد از یه مدت ببینین تمام این لایه ها، تمام این دادخواست ها شده سیچ. خودتون انجام بده، بشینید بنویسین شرایط ها، اون ظلمایی که به شما شده سو مطرح کنین، با من مشورت کنین، من در خدمت شما هستم، کمک دو میکنم، یا با بقیه ای که سیستمشون این باشه چه میخواییم بریم توی میدییشن، میخواییم بریم توی یه جایی که بشینیم صلح کنیم و یقین داشته باشین نه به تمام حق دون ولی تا 60% گرفته شده. یعنی وقتی که کمیسیون ماده 18 رأی برگردونده، اون دادگاه ها بین 40% تا 60% حق مردم دادن. کارشناسی روز باید ملک شما بشه. کارشناسی روز هم خودتون انجام بده. یعنی شما میتونید 100 تا کارشناس تو تهران هستن، تو شهرستان ها هستن، میتونید خودتون برین و یه کارشناس استخدام کنین با یه رقم $100. ایشون میتونه شماها رو بردارید به قیمت روز به شما کارشناسه کنه و اون قیمت روز رو ببرین تو کمیسیون که بر مبنای قیمت روز شما 60% بگیرین. این از نظر ستاد فرمان. از نظر مواد یه ده هستن جز ستاد فرمان نیستن، جز دادگاه انقلاب نیستن، جز مصادره اموال نیستن، همینجوری ملکشون رو گذاشتن اومدن اینجا. یا پدر فوت شده به بچه ها رسیده، یا پدر هست ولی ملک 30 سال 35 سال نیست. اینا دولت مواد اعلام کرده. مواد یعنی بی صاحب، دور جون یعنی صاحب مرده. دولت میاد اینا بر میداره. شما باید برین تو سازمان مسکن شهرسازی کمیسیون ماده 12 درخواست کنین به شما معوض بدن. اون زمین به شما داده نمیشه چون زمین سند ابطال شده، ولی اینها میان به شما معوض میدن. بازم با کارشناسی بر مبنای کمیسیون ماده 12 به شما 60% معوض میدن. زمین رو کارشناسی میکنین، میرین سازمان مسکن شهرسازی، فرم داره. عزیزانی که با من تماس بگیرن یا ایمیل من اینجا هست تماس به من بگن، به من زنگ بزنن یا به من ایمیل بزنن، من اون فرم سازمان مسکن شهرسازی برای شما ایمیل میکنم. اول اون که تلفنشون اونجا هست، سایتشون هم هست، اون فرم رو پر میکنین و درخواست میکنین که به شما معوض بدن. خب یه کارشناس هم باید ملکتون رو کارشناسی کنه، چون اون کارشناس بر مبنای نرخ روز شما به سازمان مسکن شهرسازی بگین که نرخ زمین من متر 2 میلیونه، متر 3 میلیونه، متر 5 میلیونه. چون شما وقتی سنددون رو به سازمان مسکن شهرسازی ارائه میدین، همیشه صفحه 6 این سندهای شیر و خورشید قیمت نوشته است 10,000 ریال، 5,000 ریال، قیمت 30 سال قبله. قیمت تازه اون زمانم قیمت ها کاذب بوده، یعنی قیمت اصلی ها نمی نوشتن تو سند ها. شما ها هستین که باید برین سند ها کارشناسی کنین، قیمت ها درارین، برین سازمان مسکن شهرسازی در رابطه با کمیسیون ماده 12 و در رابطه با مواد. در رابطه با دادگاه ها، اموالی که اجرای احکام صادر میکنه، حکمی که اجرای احکام رو باید بعضی موقع صادر نمی کنه به خاطری که دادگاه ها رأی که دادن مورد توجهی اجرای احکام نیست، حکمی که دادگاه دادن دا بعضی موقع عقب می افته، زمان می بره. اینا الان سیستم جمهوری اسلامی عزیزان، شما اگر پرونده دونو به دادگاه بدین و اون کد اون پرونده رو یه شماره به شما میدن، شما میتونید در سراسر دنیا از طریق کامپیوتر چک کنین که آخرین تحولات دادگاهتون چی شده. یعنی دیگه سیستم ایران سیستم کامپیوتریه، از سیستم اینجا به نظر من پیشرفته تره. اگر شما سنددون گم شده، خیلی یا تو اسباب کشی یا توی مدت گم شده ولی ملکی در ایران دارین، اگر مشخصات صاحب ملک داشته باشین، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، حالا اگر کارت ملی نباشید بازم میشه پیدا کرد ولی با کارت ملی سریه، اگر پدر شما یا شماها ملک دارین، یکیش در اصفهان، در تهران، در شمال، هر جای ایران باشه، رو سیستم اداره ثبت میشه اموال شما رو پیدا کرد. یعنی میشه المصنای سند شما رو گرفت بگیری. دیگه احتیاجی نیست که چون بعضی از دوستان میان یه پولای میگیرن میگن از طریق قاضی باید این پرونده
پیدا بشید، یعنی برید دادگاه، قاضی دستور بده به اداره ثبت که اموال آقای حسین را به دادگاه اعلام بکنن. وقتی به دادگاه اعلام کردن تازه اونجا باید بیاد شما میدونید لیستش چی شده. نه این کارا دیگه الان نیست، این پولا هم که اینا میگیرن ظلمه. شما میتونین با مشخصات از اداره ثبت المصنای سندادنا بگیرین، حتی سندای 70 سال قبلا. یعنی سیستم کامپیوتری طور شده که شما هر جا اموال در ایران داشته باشین با مشخصات پیدا میشه. این سیستم 10 سال اجرا میشه. چرا اجرا میشه؟ به خاطر که کسی که میخوان مصادره اموال بکنن، چون این شخص سنداشو یا بم کرده یا نشون نمیده یا که خودش نیست، نمیدونن. ممکن است یه زمین تو شمال باشه، یکی توی بندر عباس باشه. وقتی مشخصات تو سیستم میذارن همش میاد. این به خاطر دادگاه انقلابه و این سیستم توی داره سب خوشبختانه هست. شما که سند رو گم کردین میتونین المصنا بگیرید. وحشتی از این که زندگی ما رو گرفتن، حالا چی کار بکنیم الان؟ نه، زمان همیشه چیزی که بزرگترها به ما گفتن و من تجربه تو زندگیم هست اینه که زمان همه چی حل میکنه. صبر، طاقت و زمان. الان زمان به جایی رسیده که 5 ساله جمهوری اسلامی داره معوض میده، جانشین میده. ماده 18 رو دارن اجرا میکنن. وقتی ماده 18 رو اجرا میکنن یعنی قبول میکنن که در حق شما ظلم شده. حالا مرسدس بنز میگیرن توییتا میدن، ولی همین توییتاش هم خیلی ارزشمنده. چون قیمتای مرسدس در ایران صدها برابر رفته بالا. یعنی تنها چیزی که الان در ایران واقعا نمیشه روش نرخ گذاشت زمینه، ملکه. آپارتمان تو 2,500,000 در تهران، 2,500,000 دلار در تهران خرید و فروش میشه. یعنی آپارتمان 1,000,000 دلار دیگه چیزی معمولی شده. میخوام بهتون بگم که سیستم الان برای رفاه شما و برای اینکه یه حق حقوقی برگرده و اون نارضایتی ها و اون ظلمایی که حالا یا شده یا نشده، هیچ کسی هم گناهکار نیست، یه سیستمی بوده، در یه شرایطی بوده، یه عده‌ای هم دفعه اولشون بوده تا نه حکم مصادره دادن نه قبلا تو این کار بودن، به دلایلی حالا اشتباهی رخ داده. بشرم ممکنه اشتباه کنه. الان میگن آقا بیاین دوباره بررسی کنیم تمام پرونده های شما که در ستاده الان تو سیستم کامپیوتریه. یعنی شما نگران نباشین پرونده دون گم شده باشه یا پرونده جا به جا شده باشه، نه، همش هست و میشه دوباره بری پرونده را باز کنی توسط رئیس قوه قضاییه. ایشون واقعا بزرگترین کمک دارن به ایرانیای خارج از کشور کردن و گفتن ماده 18 را اجرا کنی. حالا میری ماده 18، اگر واقعا 1% حق و حقوق شما از بین رفته باشه، یقین بدونین که اون دادگاه بعدی 1% از اموال شما را طبق نظر کارشناس دادگستری به شما خواهد داد. نگرانم نباشین. بیش از 7,000 نمیدونم اینطور که شنیدم بیشتر از 7,000 شکایت ایرانیای خارج از کشور هست در دادگاه لاهه به خاطر این مصادرهای اموال و به خاطر این ظلمایی که شده. به قول این وریا، اون وریا میگن قانون اجرا شده. حالا من وسطا میگیرم، میگم به هر جهت یه اشتباهاتی شده. حالا جمهوری اسلامی برای که تعداد شکایت ها یا زیادتر نشه یا به خاطر که به شما هموطنان کمک بشه، که من همش میدونم که قصد و غرض از اولین بوده که به کسی ظلم نشه، الان یه فرم به شما میدم که وقتی به شما معوض میدن این فرم رو بگن فرم ماده 12 برای سازمان مسکن شهرسازیه، ستاد فرمان هم این فرم رو داره. میگه من قبول دارم که در ایران نبودم و قبول دارم که چون در ایران نبودم ملک من گرفته شده. نظریه دادگارم قبول دارم و از رئیس قوه قضاییه میخوام به من درخواست بکنین به من معوض بدن. این تو فرمه با من، فرم رو بعدون ایمیل میکنم، رو سایت ما هست، برین رو سایت ما ببینین. ولی میگه من قبول میکنم که به من ظلم شده،
ولی تعهد میکنم دیگر در هیچ مراجع قضایی نرم شکایت کنم. یعنی و اگر رفتم شکایتم پس بگیرم. یعنی شما اگر به دادگاه لاه نرفتین این فرم امضا میکنین و اگر رفتین این فرم امضا میکنین که شکایتتون رو برمیگردونین و کمک به شما میشه که یه مقدار از اموالتون بهشون داده بشه. و اون مقدارم کمک بسیار بزرگیه که به شما خواهد شد. چون زمین ها و اموال در ایران سعودی رفته بالا. یعنی قیمت ها طوری شده که اگر اینا به شما 40% بدن تا 60% میلیاردیه. شما هایی که پدر فوت شده 4 تا 5 تا خواهر هستین، یه پرونده که من دارم، خب بعض خواهر و برادر به هم توافق ندارم، بعض خواهر و برادر که چه در ایران چه در اینجا به هم اصلا رحم نمی کنن. یعنی اصلا گرفتن اموال بقیه و اینا اصلا یه چیز طبیعی شده که نمیدونم چرا. ولی توجه داشته باشین، شما ها میتونین، هر کسی میتونه رو سهم خودش اقدام بکنه. ممکن است یه برادر داشته باشین در کانادا، یه برادر داشته باشین در نیجریه، اصلا مجهول المکان باشه، اصلا برادرتون نباشه، خواهرتون نباشه، یا به هم توافق نداشته باشین، الان شما وقتی انحصار وراثت ما میده، شما ها میتونین نسبت به سهم خودتون بگیرین از ستاد، از کمیسیون ماده 12، از مواد احتیاجی که حالا حتما باید با هم توافق داشته باشین نه نیست، اون در صندوق دارایی میمونه. ایشون هر وقت که شناسنامه و کارت ملی پاسپورتش آماده بود و تونست به یکی وکالت بده، میتونید برید سهمش بگیرید. الزامی ندارید همه با هم باشین، چون بعضی فکر میکنن باید حتما با هم باشیم. نه، در رابطه با حقوق بازنشستگی، کسانی که بالا 15 سال سابقه کار دارن، حتی کسانی که در نخست وزیری کار میکردن، ما پرونده داریم در مجلس، نماینده مجلس بودن، پرونده داریم در نخست وزیری بودن، حتی کارمند سابق بودن، اینها رو حقوق بازنشستگیشون رو 15 سال به بالا را دارن میپردازن. فقط باید سابقه 15 سال به بالا داشته باشین، مدارکتون آماده باشید، کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت، یعنی این سه تا اگر باشه با یه وکالتی دریافت حقوق بازنشستگی به اقوابتون در ایران یا به من یا به هر کسی که دوست داریم، هر کسی که مورد تایید دونست، چون یه کاری خیلی تکنیکی نیست که حتما باید بریم به کسی پول بده. فقط باید شما اگر دختر باشید شوهر نداره، طلاق گرفته، به دختر برسه و یا به کسی که درآمدی نداره یا بچه اوله، به خصوص کسانی که دخترشون به دلایل شوهرشون فوت کرده یا طلاق گرفته، این حقوق مادام العمر به شما تعلق میگیره. فقط باید بالا 15 سال سابقه کار داشته باشی. نظام جمهوری اسلامی الان مبناش بر این گذاشته. اینی که من میگم ربط به این که آقا موافق باشی مخالف باشی، این کاری که من دارم به شما میگم یه کار بیزینسیه، یه کاریه که حق و حقوقه، ربطی به تاییدی سیستم نداره. شما میخواین حق و حقوقتون رو بگیرین، این کاری نداره که اون سیستما شما دوست دارین یا ندارین. اون سیستم هم احتیاج نداره که حالا شما حتما دوستش داشته باشین یا حتما دوستش نداشته باشین. الان اون سیستم جمهوری اسلامی مبناشو گذاشته بر این مبنا که یه درصدی از حق و حقوق شما رو بده. فقط کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت شما باشه، با یه وکالت کاری به هر چیزی که مورد تایید دونه یا به من بدین، من کار شما رو انجام میدم. هر کسی که به شما گفت در رابطه با ستاد فرمان امام، در رابطه با مواد، در رابطه با زمین به شما گفت پول بده، بدونین که این کاری ازش نمیاد. شما باید درصدی بکنی. هر چیزی که کار شما رو انجام میده 30% یه چیزی خداپسندانه، یه چیزی منصفانه هستش که قرارداد می‌بندین، هر چی از دولت گرفته شد 30%ش مال اون شخصی که انجام میده، بقیه‌اش مال شما. هزینه‌ای که شما باید بپردازین، هزینه کارشناس و هر چی که کارشناس اون ملک رو کارشناس تعیین کرد، 30% ارزش اون ملک باید به صندوق دولت ریخته بشه. حالا
هر یه میلیاردی 3% باید به صندوق دولت ریخته بشه. اینا به عهده شماست. چون رسیدی بانک ملی داره، اقوامتون در ایران یا از طریق ما یا از هر طریقی اینا میرن وقتی دادخواستا میدن، لایحه رو میدن، 3% ارزش باید به صندوق دارایی، به صندوق دادگستری معذرت میخوام بریزین تا بتونین شما به حق و حقوقتون برسین. اینا رسیدی دادگاه داره، باید خودتون بپردازین. پس شو 3% ارزش ملک به اضافه هزینه کارشناسی، پولی که شما بپردازین، اینم مستقیم به دولت، نه به وکیل، حالا که وکیل که اصلا من قبول ندارم، به واسطه، به هر کسی که به قاضی بازنشسته، به من نوعی، به هر چی میدین. اگر ما ها گفتیم، من از خودم شروع میکنم، گفتیم آقا اول به ما پول بپردازین، بدونین ما کننده این کار نیستیم. چون یه عده از دوستان اومدن دیدم تو این رسانه ها، وقتی که با مردم طرف میشن یه رقمی برای خودشون میگیرن. اگر شما 30% یه ملکی، یه میلیاردی، 2 میلیاردی سهم من میشه 250,000 دلار، 200,000 دلار. وقتی من یه هنچی پولی گیرم میاد و کارم رو بلدم و اعتقاد دارم که این کار از راه صحیح رو زمان خودش پیش میره، چرا برای 2,000 دلار، 5,000 دلار شما خود خراب میکنین؟ من سوال از شما میکنم، شما که یه رقم 100,000 دلاری، 200,000 دلاری از اون 30% گیردون میاد، چرا از مردم میگن 5,000 دلار بده، 10,000 دلار بده برای خودتون؟ خب پس مشخص است میخواین پول بگیرین و بعد از یه مدتی هم نرن مراحل قانونی رو طی کنین و به مردم دارین ظلم میکنین. و یادتون باشه اینایی که دارین کار انجام میدین، اینا چرک و خون میشه، اینا سرطان میشه. برای اینکه اینجا تو ایران فکر میکنن اینجا همه میلیارد دارن. وقتی من با ایران صحبت میکنم میگم طرف هزینه تمر رو یا هزینه کارشناسی رو الان داره پول آماده میکنه که به حساب دولت بریزه، نداره، باور نمیکنم. من اینو میدونم، ولی یادتون نره که شماها درصدی باید قرارداد ببندید. اگر کسی با شما درصدی قرارداد بس، بدونین این کارش بلده و بعدم برین چک کنین ببینین معتمر. من از خودم میگم که به کسی هم توهین نکنم، ببینین منو چه معتمر قبلا کارش چی بوده، آیا تو سیستم جمهوری اسلامی کار میکرد یا نمیکرد، راش بلده یا بلد نیست. بقیه هم همینطور. این که نمیشه که یارو قبلا فرش فروش بوده، حالا بیاد با یه رقمی بره تو تلویزیون و بعد از مردم 4000 5000 دلار خبر دارن بگیره و بعد کار به دادگاه برسه، دو آبروریزی ارزش نداره. بلدی 30% قرارداد به روز آخر، چرا 3000 دلار میگیری، 4000 دلار بگیر. به مردم بگو آقا پولی که دولت میخواد، رسیدی بانک ملی داره، خودت بپرداز 30% روز کارا قانونش خودت انجام بده. این هم منصفانه است، هم اون طرف میدونه که مستقیم به دولت پول داده، هم شما میدونی که روز آخر وقتی انجام بدهی بین 200,000 تا 300,000 دلار حداقل تو هر ملک تو ایران گیر دو میاد. اگر هنچی پولایی که الان تو ایران هست و دارم انجام میدین، شما دیگه احتیاجی به این پولا ندارین، با مردم کارا رو انجام ندی. در رابطه با صلح‌نامه هموطنا، من توی برنامه قبلی تلویزیونایی که بودم گفتم ببخشین به بچه دون، صلح کنین. فرم صلح‌نامه رو من دارم، میتونم بعدون با پست بفرستم، میتونم بعدون ایمیل کنم. با 220 دلار که به سفارتی اینا که در آمریکا هستین یا در کانادا، با 220 دلار که به دفتر منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن بدین، اینا مر میکنن. شما میگین تو وقتی زندم مال خودم، وقتی بعد از 120 سال، حالا مرگ حقه، هیچ کس هم اینجا نمیمونه، فوت شدم برسد به دخترم، به پسرم. یادتون باشه با یه حبس سیر نبات شما میبخشین. یعنی این صلح‌نامه اورجینال اداره ثبت ایرانه، اصل اداره ثبت ایرانه، میگن که من بخشیدم با یه حبس سیر نبات به دخترم، به پسرم، به زنم، یا بخشیدم به خانومم به خاطر مهریه، چون مهریه شما نپرداخته، مهریه یه دین است، قبل از فوت بپرداز، یه طلبه. قبل از اون که وقتی با یه سیر نبات باشه، چون معامله انجام نشده، بعد از فوت احتیاجی به انحصار وراثت نداره در ایران. یعنی مستقیم با این برقه، با مهری که دفتر منافع جمهوری اسلامی زده،
میتونی در ایران بدون انحصار بر اسناد بری اموال پدرت رو بگیری، یا به من وکالت کاری بده بدون حق خرید و فروش، من کار رو انجام بدم بری پولش رو بگیری. وقتی هم پول برمیگردونی اینجا، این چون پدر به شما وقت بخشیده است، یه هدیه هست، شامل مالیات نمیشه یا مالیات زیادی بهش تعلق نمیگیره، چون پدر به شما بخشیده، هدیه کرده، جز انحصار وراثت نیست. این کارا همه دون انجام بدین. یعنی این به نظر من، حتی اگه میخوان کارتون در ایران انجام ندین، بذارین دو سال دیگه انجام بدین، هیچ اشکالی نداره. اینه به بچه‌ها ببخشین، بذارین پیش بچه‌ها باشه. این سلم خیلی مهمه. یه چند تا از ایزان اینجا هستن، دفتر اینجا گذاشتن. اول از که ما هیچ کنه دفتری در اداره ثبت ایران، شعبه‌ای در کانادا، در اروپا و در آمریکا ندارد. یعنی هر چیزی که این دفترهایی که باز شده است مهر میکنن، 20 دلار 30 دلار میگیرن، یه مهر میزنن که امضای آقای حسین حسن را تایید کردیم، اینا موردی تایید جمهوری اسلامی، دادگاه ها، کمیسیون ماده 12، ستاد فرمان و هیچ مراجع حقوق بازنشستگی، اداره دارایی، هیچ مراجعی در ایران نیست. یادتون باشه که باید هر کاری میکنین از طرف دفتر منافع جمهوری اسلامی باشه. چون یه عده از دوستان به خصوص تو لس آنجلس یه پولی میگیرن و اون مهر انگلیسی هم ترجمه کردن به فارسی، نوشته دفترخونه رسمی ایران، دفترخونه رسمی ایران. وقتی اینا شما برمیدارین، از شما یه پول 80 دلار 100 دلار، حالا این پوله که بی ارزشه و من نمیدونم چرا اینا هنچی میکنن، اینا با بدبختی به اینا میدین، میفرستین ایران، هیچ مرزی قبول نمیکنن. وکالت کاری از طرف دفتر منافع، سولنامه، وکالت فروش از طرف دفتر منافع، اینا رو به ایران نفرستین. اینا هم که اینا میگن درست نیست، فقط باید از سیستم اونجا پیش بره. من وقتی برنامه‌ام تموم شد، شلو هر جا هستین سلامت باشین، بازم میگم آقای بخیر باشین، با من تماس بگیرین. من نه برای تماس پول از شما میخوام، من با شما درصدی کار میکنم اگر بتونم کارت رو انجام بدم. من سیستمم اینه، فتوکپی سند میگیرم، بعد از یک هفته که میفرستم ایران به شما خبر میدم این کار شدنیست یا نه، که 99% هموطنا با من کار کردن میدونن شدنی بوده. بعد با شما یه قرارداد بندیم 70-30، شما از طرف دفتر منافع به ماها، با ما گروهی 25 نفره، به ما یه دونه وکالت میده. این وکالت ها که کاری به ما میدین بدون حق خرید و فروش، ما کار رو انجام میدم. روز آخر هر پولی که از ایران گرفته بشه 30% بال ما هست. هیچ پولی ما از شما نمیگیریم، هزینه کارشناس دولت و هزینه 3% دولت به عهده خود شما هست، اونم خودتون باید بکنید. یعنی رسید بانک بدون میدیم، یا این که در ایران بالاخره هر دوستانتون هر کی هستن برن مستقیم به حساب دادگستری بریزن، که هم شما خیالتون راحت باشه هم ما. ان شاء الله هر جا هستین سالم باشین، سلامت باشین. من تلفنم هست، در خدمت شما هستم. من الان تو این تلویزیون مرتب بر جهت تا یک سال هستم و هفته دو روز اینجا برنامه دارم و انشاءالله بتونم هر دو هفته یه دفعه، سه هفته یه دفعه بیام و آخرین تحولات ملکی و آخرین تحولات دادگاه‌های انقلاب، ستاد فرمان که روز به روز امکانات بیشتر میشه، روز به روز این درا بازتر میشه، بسی کاری همه انرژی اتمی که الان خدا رو شکر به مراحل خوب میرسه و خدا کنه که این امضا بشه و همه اون خوشحال بشیم، سیستم جمهوری اسلامی، سیستم قضایی هم روز به روز داره بازتر میشه و امیدوارم روزی بشه که همه دون به حق و حقوق دون برسین. موفق و پیروز باشین. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88.